سردارعالی ثاقب هستم در بخش تدریسی که می صنف دهم در خدمت شما عزیزان قرار دارم با امید از اینکه جور و صحتمند باشین و از برای کرونا در امان باشین پیش از این در مورد اتم شما معلومات حاصل کردین ای که نظریات اتم نظریات دانشمندان در مورد اتم ساختمان اتم حتما خواندین موضوع ما شما در اینجا هست کوانتوم ها یا سویه ها ما الکترون ها در کوانتوم ها یا در سویه ها به اساس چهار کوانتوم تقسیم بندی میکنیم کوانتوم اول که هستن به نام کوانتوم اصلی یا سویه اصلی یاد میکنن سویه اصلی چی رو نشان میده؟ فقط خیلی خلاصه اگر بگویم کوانتوم اصلی یا سویه اصلی در اتم فقط انرژی و شعاع اتم یعنی حجم اتم رو مشخص میکنن با این کوچک نشان داده می شود یعنی سمبولش است با این کوچک و شعاع اتم و حجم اتم شعاع اتم حجم اتم و انرژی الکترون رو مشخص می کنند سویه اصلی با این کوچک نشان داده می شود و شعاع اتم یعنی حجم اتم و همچنان انرژی الکترون را مشخص میکنند الکترونی که در مدار نزدیکتری هست قرار دارد انرژی کمتر و الکترونی که در مدار دورتری هست قرار دارد به انرژی نسبتا بیشتر دارد کوانتوم های اصلی هر کدامشان مشخص کرده میتونیم هر کدامشان برای خود نام دارد هم توسط اعداد و هم توسط کوانتوم اصلی مثلا اگر این اتم در نظر بگیریم سویه اول، سویه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم هم توسط اعداد و هم توسط حروف سویه اول K, L, M, N, O, P همچنان توسط اعداد یعنی سویه اول ما اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم که تا فعلا الکترون ها تا این لیمیت در سویه هفتم تعیین شدن که تا اینجا رسیدن سویه بعدی ما که هست سویه کوانتوم مغناطیسی کوانتوم فرعی این هم چی رو نشان میده؟ با این نشان داده میشود و قیمت هر کدام از این در هر سویه اصلی یک سویه فرعی وجود دارد قیمت از یا که هسته توسط فرمول N منفی یک مشخص کرده میتونیم یعنی در سویه اصلی اول و همچنان این هم به اساس حروف نیز نشان داده میتونیم مثلا اگر سویه اول اصلی را در نظر بگیریم N منفی یک مساوی است اگر به این قیمت اول میدیم یعنی در سویه اصلی اول مساوی است یک منفی یک یک سویه فرعی دارد قیمت از او صفر و او سویه فرعی به اس نشان داده می شود شکل از این که هست کروی البته سویه کوانتوم فرعی که هست شکل اوربیتال نشان میده اوربیتال در درس های گذشته خواندین اطراف فضای هسته که الکترون در آنجا 95% موقعیت الکترون در آنجا می باشد یعنی 95% امکان موجودیت الکترون در اونجا وجود دارد چون ما گفته بودیم که الکترون در حال حرکت هست ولی شکل کروی اگر به این قیمت دو رو میدیم در سویه دوم یعنی در سویه اول اصلی ما که هست یک سویه فرعی و او سویه فرعی اس است در سویه فرعی دوم با دو سویه در سویه اصلی دوم دو سویه فرعی داریم اس و بی در سویه اصلی دوم به اساس این فرمولی ها رو مشخص کرده میتونیم سی سویه فرعی اس بی دی و در سویه اس بی دی
برای این قسم پیش میریم. در اینجا اگر مشخص بکنیم این منفی یک مساوی است. مثلا دو منفی یک یک، پس اوربیتال از یک است سویه فرعی بنامی سویه فرعی بی یاد میکنن. و شکل از یک است دنبال. اگر در سویه فرعی سیوم در نظر بگیریم، سویه فرعی سیوم در مدار سیوم شروع می شود و قیمت از یک است دو و این بنامی دی یاد می شود. شکل از یک است گلبرگ است. و بعد از این سویه فرعی F که است در سویه چهارم شروع می شود، قیمت از این 3 و F نشان داده می شود. این قیمتش، این نامش و این شکل، شکل از این مغلق است و مشخص شده نمی داند. این بود دو کوانتوم ما. اینا رو بیاییم با کوانتوم سوم. کوانتوم نمبر سوم ما که هست مغناطیسی است. مغناطیسی کوانتوم MS. این به MS نشان داده می شود. این اصلا فضای اطرافی هست در جایی که الکترون در حال حرکت است. دونجا از نامش گرفته شده یک مغناطیسی یک ساحه را تولید می کنند یا مساحرت نشان میده. و این قیمت های از این که هسته قیمت از منفی این الى مثبت این مثبت این قیمت ها گرفته میتونه. از منفی این الى مثبت این قیمت ها گرفته میتونه، یعنی به شمول صفر. و این که هسته دو نقطه دیگر هم مشخص میکنن. اول تعداد اعظمی الکترون ها در اوربیتال یک نقطه. نقطه بعدش تعداد اوربیتال ها در سویه فرعی. تعداد اعظمی الکترون ها و تعداد اوربیتال ها که در هر سویه چند اوربیتال و چند الکترون جمع جا شده میتونه. مثلا اگر ما بگویم که در S چند اوربیتال هست، در S یک اوربیتال داره و تعداد اعظمی الکترون ها دو الکترون. این بر توسط همی کوانتوم نمبر مغناطیسی تعیین شده میتونه. و B که از سه اوربیتال داره و تعداد اعظمی الکترون ها البته 6 می باشد، یعنی از 6 در مدار آخر الکترون اگر سویه آخر باشد الکترون چی؟ تعداد الکترون ها در حال ختم شدن باشد از 6 کم گرفته می تانه، اما از 6 زیاد گرفته نمی تانه. یک اوربیتال ازی بینی شکر اوربیتال ازی سی اوربیتال، در هر کدامش دو الکترون، در هر اوربیتال تعداد اعظمی الکترون ها دو می باشد. دی 5 اوربیتال داره و تعداد اعظمی الکترون های آن ده می باشد. 1 2 3 4 5 و سویه فرعی F 7 اوربیتال داره، 14 الکترون، تعداد اعظمی الکترون ها 14. یک اوربیتال 2 3 4 5 6 7 در هر کدامش دو دونه الکترون، پس 14 الکترون. از 14 الکترون زیاد گرفتن نمیتونن. و از دیگه ما که هست چهارم سپین کوانتوم نمبر است. ML این چی نشان میده؟ تا
توسط ام ال این نشان داده می شود و قیمت نزدیک است مسیر چرخش الکترون مشخص می کند که الکترون به کدام سمت در حال حرکت است. دو قیمت گرفته می توانند، یکی مثبت یکی بر دو، دیگرش منفی یکی بر دو. در صورتی که الکترون موافق عقربه ساعت در حال حرکت باشد منفی یک بر دو، در صورتی که مخالف عقربه ساعت در حال حرکت باشد قیمت آن مثبت یک بر دو. مثلا یک اوربیتال اگر در نظر بگیریم موافق عقربه ساعت قیمت ازی منفی یک بر دو و قیمت ازی مثبت یکی بر دو. یکی از پین کوانتومه مسیر چرخش الکترون در اوربیتال مشخص میکنه که به کدام جهت در حال حرکت است. دو قیمت اختیار میکنه، در صورت که موافق عقربه ساعت باشه منفی یکی بر دو و در صورت که چی باشد مخالف عقربه ساعت باشد مثبت یکی بر دو، قیمت ها را اختیار میکنند. این بود کوانتوم های اصلی. پس این الکترون ها که هست به اساس نظریات دانشمندان طبقه بندی میشود. در درس بعدی یا در جلسه بعدی انشاءالله او را طبقه بندی میکنیم، نظریات دانشمندان، و همچنان یک فرمول برای ازی بسته بندی میشود. پس روز خوش، اوقات خوش.